گیتار، تار، ستار، دوتار، وقتی که این اسم های این ساز ها یادآور ذهن آدم میشه، آدم نمیتونه به اون موسیقی شکوهمندی که گسترش اینقدر راه دامن بوده که همه این سرزمین ها رو به صورت آثار کوچیکی از موسیقی بزرگ ما باقی مونده به یاد نگیره و فکر نکنه و فخر نکنه و به خودش بالنده نشه از این همه عظمت فرهنگی گذشته های ما. وقتی که با ایرانی ها می نشینیم و صحبت می کنیم با هموطن همون، تنها ایرادی که با موسیقی ما میگیرن شیطان اصلا هم وارد نیست، مثلا این میگوان موسیقی ما غم‌انگیزه. اولا غم یکی از حالات انسانیه، اما حالت همیشگی انسان نیست که بگیم موسیقی ما یک سر غمه و یک سر غم‌انگیزه. نه، در موسیقی چند موضوع هستش که تعریف موسیقی میشه. یکی می آهنگ به صورت ملودی، یکی ضرب آهنگ به صورت ریتم، یکی هم هماهنگی است. موضوع یه موسیقی همیشه در ملودیشه، در اون آهنگه، اما موقعیت و پوزیسیون یک موضوع همیشه به اصل ریتم و ضرب آهنگ ها مشخص میشه و هماهنگی ها سبب ساز ارتباط ضرب آهنگ با ملودی. ما خوشبختانه از نظر ملودی میتونیم بگیم که یکی از گرانبهاترین گنجینه های آهنگ رو داریم، موسیقی رو داریم. از نظر ضرب آهنگ هم ما به یک دقایق خیلی ظریفی میرسیم که در اون کرشمه های مخصوصی هست، مثل ریتم های 6 و 8 و بازی های دیگه مثل 4-4 مثل 4-4 با اون چیزی که هوشنگ شهابی، نویسنده، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز، کارگردان سینما و مترجم به سال 1305 در مشهد متولد شد. وی که در خانواده‌ای هنرمند و اهل ادب متولد و پرورش یافته بود، در دوران فعالیت‌های هنری و مطبوعاتی خیش بیش از 100 ترانه و آهنگ ساخت که خوانندگانی نظیر غلام حسین بنان، منوچهر همایون پور، بهرام سیر، دلکش، روح بخش، پوران، فرح و بسیاری از خوانندگان قدیمی آنها را اجرا کردند. هیچ تأمینی نداشتیم و تضمینی نمی‌تونستیم بکنیم اگر می‌خواستیم این کار رو ادامه بدیم. یا فعالیتمون برای رادیو بود، وقت تلویزیون نبود هنوز، یا برای بعدها شد به صورت صفحات 78 دور و 45 دور و 33 دور همینطور ادامه پیدا تا موقعی که این دستگاه های جدید اومد و ضبط کاست و رقار. من در حتی یادم شه در سال 1300 و اگر اشتباه نکنم شاید سال 1333 یا 34 بود، ما تازه رادیو مجهز شده بود به یه دستگاه ضبطی که عبارت از یه سیم خیلی باریکی بود روی این ضبط میکردن. بنابراین ما همه ضبط برنامه ها رو
نمیتونستن با این موضوع، چون خیلی کم داشت این کارو زرفن. ما تا مدت ها حتی من خودم یادم میشه یه وقتی برنامه ما همیشه اصلا برنامه همونو به صورت زنده اجرا میکردیم، نه موسیقی پاپ رو بلی موسیقی خودمون رو عرضه میکردیم. بعدها اینا رو ما معمولا خب یه مقدار بودجه رو از رادیو تامین می‌کردیم. بعد که صفحه اومدن یه مقدار از صفحه اونا یه مقدار این وسط بنده بعضی چیزا ساختم که جدا از این حرفا هست. اینا بنده یه ترفندی به کار می‌بردم اون موقع، مثلا پول گرفتم برای اینکه یه ورکشاپ رو ضبط کنم، ضبط می‌شدم بعد تایید کردم میگفتم آقا این خوشت میاد، میگفت نه. خب اینو من برای خودم نگه می‌داشتم، اون کاری بود که خودم خواستم بکنم. بعد اون با اون پولی که از اون باز تامین می‌کردیم یا اضافه ازش می‌شد، وقت ما آهنگی که مورد نظر او بود واسش می‌ساختیم بهش می‌دادیم. وی برای چند تن از خوانندگان به نام مانند بنان، دلکش، روح بخش، ویگن و منوچهر و غیره آهنگ و ترانه ساخته است. انرژی هنر یه انرژی است که لایزاله، یعنی هر لحظه هم که هنرمند به هنر خودش مراجعه میکنه و چیزی رو عرضه صحنه میکنه، دو مرتبه زندگی دو مرتبه رو شروع میکنه. بعضی ها من میگم مرد حسابی تو زیادی عمر کردی، راست هم میگم. اما خب گاه خودم هم فکر میکنم که واقعا جای این جوان ها جای این بچه ها رو دارن تایم میکنن دیگه، وقتش باید موضوع رو به اونا واگذار کنیم زندگی رو. اما هنوز همون انرژی است که شما فرمودید، این در انسان همیشه آماده سر زندگی داشتن و سرمست بودن. احتمالاً یه با تعبیر خیلی خوبی داریم اینجا در مورد موسیقی. ما در اسطوره هامون در میتولوژی میگوید که موسیقی مستی هستی و این خیلی تشبیه قشنگیه. موسیقی بسیاری از فیلم‌های فارسی مثل چشمه آب حیات، مروارید سیاه، فردا روشن است، سناریو و کارگردانی فیلم مردی در دام را نوشته و به عهده داشته است. شما در اون شرح حال من یه چیزایی گفتید، اما چشم توضیح می‌خواد ادامه میدم. چشم از شما هستون که من برای موسیقی متن سه فیلم یا چهار فیلم برای موسیقی متن ساختم و گمان کنم که یا اولین بودم یا دومین نفری بودم که موسیقی متن برای فیلم فارسی ساختم و احتمالاً شاید من شروع کرده باشم، نمیدونم چون یقین ندارم، اما احتمالاً نفر دوم یا سوم حتما بودم اگه اولی نباشم. یکی چشمه آب حیات بود، یکی مروارید سیاه بود، یکی فردا روشن است بود و برای فیلم های زیادی هم از جمله گل نسا اون موقع که همین تیتراژ موسیقی متن تیتراژ ساخته بودم و آهنگ ها و ترانه هایی که تو اون فیلم خونده شده و ساخته بودم و فیلم های زیادی هم همطور برای آهنگ و تصنیف و چیز ساختم. بله. از ترانه های مشهور وی از دریا، بچه چوپان، من و ما، گلی جان، آهوی فراری، ریزش باران، یاد جوانی، ای جوانی من و ده ها ترانه زیبای دیگر میتوان نام برد. اون روزها به هر حال قضاوتشون روی هنرمندها بخصوص موزیسین ها اصلا خوب نبود جامعه، یعنی اینکه البته این لفظ مطرب لفظ بدی نیست، طرف آفره، خب این اشکال نداشت، ولی با اون صورتی که اونها استفاده می‌کردن اون روز و کاربردش بسیار تحقیر کننده بود و درش توهینی مستطیل بود. ترجمه کتاب اشک عطوفتی بر حماسه عقابان نوشته کوارتر فراری، تألیف کتاب در خواب سرخ عشق در 400 صفحه، سه کتاب منظومه بلند و کتاب مجموعه اشعار و چندین نمایشنامه به نام آن سوی آبها، خسرو شیرین و حدود بیش از 20 نمایش رادیویی و کتاب ابرمرد طوس که درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ و حماسه سرای نامی ایران نوشته شده است از آثار پرارزش وی می باشد. خواهش میکنم که تماشاشی هایی که الان نشستن دارم اینو میشنون اینطوری ببندیشون که فرار نکنن از صدای من. این بود دریا بی انتهاست، ساحلش ناپیداست، قایقران می رود، امیدش بر خداست.
به سوی بالا به آسمان ها نظر نماید، از جفای دنیا جهان بالا خبر نماید. او سبک چو مرغان دست سنبال، اشک نبینا به روی مشکو، دردت به جونم ای خدا بداد کنم جون. اونم از با بیقراری تو چاهوی فراری سر به هامون میگذاری. دریا چه بی سامونم سرا چه بی دلمون کم با چه بی وای چه کنم چه چاره جویم به که درد خود بگویم همچو کنجاقه بمویم. خنده بارسته ای گل رو لاله یه گوش داری یه دست سنبا، عشقت نبینا به روی مجگو، دردت به جونم ای خدا بداد کنو.